آن در مازندران، قزوین محور علموت، سمنان محور شاهرود آزاد شهر و اصفهان محور سمیرم یاسوج همچنان ادامه دارد. سمنان پونل به خلخال و چالوس به کرج به علت بارش شدید برف، کولاک و عدم دید کافی تا اطلاع بعدی مسدود می باشد. لذا به تمام رانندگان عزیز و ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از عجله و شتاب بی مورد نیز پرهیز نموده و جهت اطلاع از بازگشایی این مسیرها در تهران با شماره 120 و در شهرستان ها با شماره 88 25 55 55 تماس حاصل نمایند. تصادفات از ابتدای طرح نوروزی تا کنون 9% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه بازدید از ستاد عملیاتی پلیس راه استان قم از افزایش 600% سفرها در نوروز امسال خبر داد و افزود در دور اول سفرهای نوروزی امسال تصادفات تلفات انسانی 13% نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشت. سردار مومنی از افزایش رانندگی در راه‌های خوزستان، خراسان جنوبی و لرستان در چند روز اخیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با به کارگیری تمهیدات لازم و همکاری بیشتر مردم با پلیس تصادفات. رئیس پلیس راهور با اشاره به 18,000 کشته در سال گذشته کرد. این میزان نسبت به سال ما قبل آن کاهش 1,000 نفری تلفات انسانی را نشان می‌دهد. سردار مومنی با توجه به بارش‌های اخیر و نفرها به ویژه در مسیرهای کوهستانی از رانندگان عبوری درخواست کرد حتما هنگام عبور از جاده‌های برفگیر زنجیره چرخ داشته باشند و با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه رانندگی کنند. محور حراز چمان روز گذشته با بارش شدید برف همراه بود. ریزش کوه و یخزدگی سطح جاده بارها موجب ترافیک و انسداد محور شد. برای کسب خبر از آخرین وضعیت حاکم بر محور حراز گفتگو می‌کنیم با جناب سرهنگ کرانیان، رئیس پلیس شهر استان تهران. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمتتون. توضیحات رو از زبان شما می‌شنوم. سلام جناب روز به خدمت شما و دیگر همکاران گرامی و بینندگان اندش اخبار ترافیکی از شبکه خبر. متشکرم. بعضیتون برسونم از بامداد امروز در پهنه خاوری استان تهران در محور امام رضا تا ساعت 13:30 بارندگی نسبتاً شدید بارون رو داشتیم، اما در محورهای حراز و فیروزکو، محورهای کوهستانی ما، در محور دماوند فیروزکو از ساعت 9 بامداد بارندگی و برف در محدوده سربندان، جابان تا دلیچایی وجود داشت که در ساعتی هم مجزندگی جاده شد و بزرگ هم رگبار پراکنده و تگرگ رو داشتیم. بعد از این محور که گفتم خدمتون، در محور حراز بارش برف رو داشتیم که 2-3 ساعت نسبتاً شدید بارید و موجب لغزندگی جاده هم شد و برای ایمنی بیشتر به صورت مقطعی جاده بسته شد و همچنین پس از تلاش همکارانم در پلیس راه و راهداری با برف‌روبی، نمک‌پاشی و پاکسازی جاده نزدیک به 1.5 ساعت طول کشید تا با ایمنی کامل بازگشایی شد. بله. اما باز هم رگبارهای پراکنده به صورت تگرگ محور حراز هم داشتیم که به صورت مقطعی بارید و جاده رو لغزنده کرد. با همین وضعیت ما در ایستگاه‌هایی از خروجی رود هند و نیز دماوند به کنسول تجهیزات ایمنی خودروهای مسافرین پرداختیم و برابر آگاهی‌هایی که قبلا هم شده بود، عزیزانی رو که تجهیزات کافی و به ویژه زنجیرچرخ هم نداشتن اجازه ورود به محور ندادیم و باز هم در ادامه امروز و امشب از همه مسافرین و عزیزانی که وارد این محورها میشن خواهش میکنیم که حتما با تجهیزات کامل و آمادگی به ویژه داشتن زنجیرچرخ و سیستم های گرمایشی ماشین با سلامت وارد محور بشن که خدای نکرده در طول محور، چه در حوزه شرق استان تهران و چه در ادامه راه در محور در حوزه استان مازندران،
که باز هم در همون جا بارش گزارش شده به مشکلی بر نخورم و سفری آسوده و ایمن داشته باشم. متشکرم، عرض خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون. خدا نگهدار. خدمت شما نگهدار. بینندگان عزیز اخبار ترافیکی، تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار. نه برای آشف شما دارم میبندم، سرد نیست، برف اومد طرف ما امروز. اگر پای تحقیق لبخندم رو تفکر رو لب مردم آورده باشه، فکر میکنم که یه کوچولوی شب راحت میخوابم و خدا از ما راضیه. خوبی کار با آقای مقدم اینه که از مجموعه عواملی که باشون همکاری میکنن تقریبا یه نغمه مشترک بیرون میاد. بقل سفره افسین میگیریمش. آره به آقای معقولی بگو همون جایی که صبح من گفتم، چون باید این خط چینی ها رو ببینه حواسش نبود. برو مرسی، یه 5 دقیقه ما الان میان. آره آقای مقدم، حالی که الان یه استرسی هم بگیرد، چون از استرس کار اول برامون بگیم. استرس به نظرم پایتخت از ابتدا تا انتها استرس، البته استرس همراه با لذت، اینم بگم استرس به خاطر اینکه به هر حال کار سختیه، باید روی آنتن بره، شب پخش هستیم، به هر حال صحنه‌ای داریم که خیلی صحنه‌ای سختی هنوز نگرفتیم. لذت همراه با لذت به خاطر اینکه همین همسایه‌ای که میاد اینجا به ما خسته نباشه، اون پنجره رو دیشب باز کردن گفتن دمتون گرم، اینا لذتش، یعنی احساس میکنیم داریم خدمتی برای مردم میکنیم. شما اینکه حالا تقریبا یه جورایی با آنتن خیلی فاصله دارین برای پخشتون تا ضبطتون، یکی از دلایلش اینه که ببینید که بازخورد به چه صورتی، یا اینکه نه نرسیدین. برای اینکه دلایل زیادی داره، یه دلیلش اینه که پایتخت، یکی از دلایل موفقیتش اینه که سریال به روزیه، سریال کهنه ای نیست که وقتی پخش میشه ببینیم ای بابا این مسئله که تو جامعه مطرح شد، یه سال پیش هم حل شد رفت، توش ماجرای 5+1 مطرح میشه که مسئله جامعه است. از طرف دیگه نفس به نفس تماشاچی وقتی میری جلو، در واقع متوجه میشی که تماشاچی کجاها رو لذت برده، کجاها رو خوشش نیومده، کجاها رو همراه بوده، کجاها بهش برخورده، کجاها چیز بوده، در واقع به هیجان اومده و شما میتونید خودتون رو تصحیح کنید. از همه مهمتر اساساً پایتخت سریالیه که با یه تفکر جمعی ساخته میشه و وقتی یه فرد تصمیم گیرنده است تو 3 ثانیه تصمیم میره اجرا میشه، ولی وقتی یه جمع تصمیم گیرنده است خوب زمان میبره تا همه به یه تفاهم خوب برسن. پایتخت کار جمعیه، به خصوص در مورد فیلم نامش تیوی داره نویسنده کار میکنن و سخت فراهم شدن هر متنش برای فیلم، برای همین هم هست
متفاوت از کارهای دیگه است. سر و شکلش فرق میکنه، ماجراش فرق میکنه. کار با این مقدم لذت بخشه. اینو بدون تعارف و بدون اغراق عرض کنم، تقریبا فکر کنم نقطه مشترک تمام، نقطه نظر مشترک تمام همکاری که با این مقدم حالا به عنوان بازیگر یا عوامل کار کردن اینو دارن. علت چه اینه که خب این مقدم حالا سوای این که حالا شخصیت و هنریشون به عنوان کارگردان کاربلد و کارکشت و فنی متن نظر هستن، یک انسان شریفی هست آقای مقدم، واسه همین کار با ایشون لذت بخشه. قریبی سخت منو دلگیر و داره، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، فلک برگردنم زهیر و داره، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، فلک از گردنم زنجیر و بردار، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، که غربت خاک دامنگی رو داره، یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو، آی یار نارنجی جونو گل جام نارنجی جونو. تو مردم زندگی میکنم، باقید میام میرم تاکسی، مغازه، صفحه نیروهایی، کله پفتی، دوست دارم بپرسم، حرف بزنم، مشکلاتشون چیه، چی دوست دارم، چی اذیتشون میکنه، چی مسئله شونه. هم جنسای خود آدم وقتی باشون دم خور میشه میفهمی که دیگه نمیتونی آدمی که مشکلات این چنینی داره بری براش در از مریخ حرف بزنی. سیروس مقدم از بچگی اینجوری بزرگ شده، تربیت شده، یادش دادن که به حق و حقوق خودش آگاه باشه، قانع باشه و در واقع احساس کنه که همیشه دو فکر بهتر از یه فکره و سه فکر بهتر از دو فکره. و وقتی این شرایط توی کاری فراهم باشه، کارگردان از اون غذایی بخوره که بقیه میخورن، از همون نوشیدنی بخوره که بقیه میروشن، با همون ماشینی بره که بقیه دارن میرن، تو همون صندلی بشینی که بقیه میشن، احساس کنم توی خانواده هم تا توی کار مثلا خشک رسمیه. رگ خواب مخاطب رو میشناسن و مخاطب معمولا بازخورد خوبی با کارشون داره، کار کردن با ایشون سیار لذت بخش. برای اینکه شما به عنوان بخشی از مجموعه انقدر خودتون رو صاحب کار میدونین و انقدر این شراکت رو در واقع جاریه که شما حتما بهترین تلاشتون رو میکنین که کار با بهترین کیفیت ارائه بشه. میدونی این ویژگی آقای مقدمه که شما رو سهیم میکنن در کاف، میدونی، در کار گروهی. بله، و من خیلی لذت بردم از همکاری با ایشون و امیدوارم که این کار ادامه دار باشه. بچه‌ها بریم یه دونه آقای فرزاد بریم. بفرمایید. شوردین هرجا تایید کننده کارم خانم غفوری، همسر خود منه و واقعا هر چی کار میطلبیده، نه شخص من، هر چی کار میطلبیده و طبیعتا به دنبالش عوامل نیازهایی بوده که یک صحنه خوب برگزار بشه فراهم شده، ترمیم شده. نمونهش تو همین قسمت قبل اگه شما دیده باشید، ما کل قسمت دو یا تو استادیوم ورزشی بودیم با 1000 نفر سیاهی لشکر که با تشویق میکنن، یا توی خونه بودیم با 100 نفر 200 نفر فک و فامیل و سخت فراهم کردن این چیزا. و فکر میکنم پرداخت به موقع دستمزدا، این خوشقولی گروه بازیگران احساس میکنن که در قبال زحمتی که دارن میکشن بهشون احترام گذاشته میشه، دستمزدشون به موقع پرداخت میشه، همه اینا دست به دست هم میده که همیشه پشت صحنه کاری سیروس مقدم پشت صحنه همراه با احترام شریف نجیب و بدون حاشیه بوده. در واقع منش و این حضور پرنجابت ایشون سر صحنه همیشه برای من به عنوان مهران احمدی
شاخصه بسیار عزیز و محترم. فکر میکنم به خاطر همینم هست کارای ایشون به دل میشینه، همه دوست دارن و این گشاده دستی ایشون در مقابل عوامل زمانی که خود رأی نمی کنن